تاریخچه نزول این کتاب رساله چهاروادی رو خدمتتون عرض میکنم. دفعه گذشته ما اینجا درباره هفتوادی صحبت میکردیم با هم. تاریخچه هفتوادی و چهاروادی از بسیاری از لحاظ با هم یکی هستند. حضرت بهاءالله در سال 1854 میلادی که در بغداد بودند، از بغداد به دلائلی که الان جاش نیست هجرت فرمودند و رفتند به کوههای سلیمانی. حالا فرض بفرمایید از آزار و اذیت دوستان دشمنان دوستنما و یا دوستان. به هر حال در این دو سالی که در کوههای سلیمانیه بودند، به موجب یک حوادثی که پیش اومد، دوباره اینجا جاش نیست راجع به اون صحبت کنیم، افرادی فهمیدن که حضرت بهاءالله در اونجا هستند. مرحله دانش ایشون با بعضی محاورات و مکالماتی که داشتن بر اینها روشن شد. اومدن از حضرت بهاءالله درخواست کردند که شما تشریف بیارید و در تکیه سلیمانیه اونجا کتاب فتوحات مکیه ابن عربی که اتفاقا حدود 2 سال قبل در قاهره چاپ شده بود و به دست اینها رسیده بود، بیایید و این رو برای ما تدریس بکنید. و حضرت بهاءالله فرمودن با این که من این کتاب رو تا حالا ندیدم ولی به فضل حق قبول میکنم. رفتن اونجا و این کتاب رو شروع کردن که یکی از کتابهای بسیار قامز تصوف هست، توضیح دادن و تدریس کردند. در این جلساتی که این کتاب رو توضیح و تفسیر می فرمودند، حضرت بهاءالله یک عده از سران و مشایخ تصوف که یکی از اونها شیخ عبدالرحمن کرکوکی قائد و مرشد فرقه قادریه بود و این اونجا بعد از اینکه این دریای مواج معلومات حضرت بهاءالله رو احساس کرد، میرفت و در پای در می نشست و در خدمت ایشون در اون جلسه، اینها ارادت مخصوصی به حضرت بهاءالله پیدا کردند. یکی دیگه شیخ محی الدین قاضی خانقین بود که اون برداشت سوالاتی از حضرت بهاءالله کرد و کتاب هفتوادی در جواب اون شخص شیخ محی الدین نازل شد. بعد این شیخ عبدالرحمن کرکوکی برداشت سوالاتی کرد که ما به عربی یک لغتی هست بهش میگن سوال مقدر، یعنی وقتی که جواب رو ما برمیداریم نگاه میکنیم میبینیم اون سوالی که شده چی بوده بر اساس این جواب، که ما فکر میکنیم که اون سوال عبارت از این بود که کسانی که به در راه سلوک به معرفت حق میرسن، اینها چجوری به معرفت حق رسیدن، از چه طرقی رسیدن. چون که این کتاب هفتوادی در حقیقت اون رو نشون میده، کتاب چهاروادی. و چهاروادی در حقیقت نه دنباله و نه پیش درآمد هفتوادی است. حتی میشه گفت که ربطی از لحاظ این چهار بودن و هفت بودن و اینها به هفتوادی نداره، ولی این طبقه بندی و مرتبه کسانی هست که دنبال شناسایی حقیقت هستند و این سوال رو کرده بود. و این کتاب، کتاب چهاروادی، در جواب همین شیخ عبدالرحمن کرکوکی از در بغداد نازل شد. میخواستم یک 4 کلمه تا از خیلی مختصر راجع به واژه شناسی و اصطلاحات چهاروادی خدمتون عرض کنم. ادبیات فارسی به طور خیلی خلاصه تا قرن 4-5 هجری یک ادبیات خیلی ساده و روشن و بی‌پیرایه‌ای بود. حالا اینجا هم دوباره یکی از اون جاهاست که بنده دارم خودم رو تو چاله میندازم، برای که میدونم دوستان عزیز و دانشمندی اینجا هستن و اینها میدونن که این
عرایز بنده رو یه نقد دقیق تری بکنم، ولی اشکال نداره. به هر حال وقتی که مثلا ما نگاه میکنیم به رودکی، فردوسی، عنصری، دقیقی، در اون مواقع زمان پندی آزادوار داد مرا زمان را چون کو بنگری همه پنده است، این یک شعر خیلی زیبا و خیلی مستحکم و خیلی بیپیرایه و ساده است. معنیش خیلی ساده و ظاهر است، هیچ رمز و سری درش نیست. به موجب این تعصباتی که ممکن هست ما یک مقدارش رو بخوایم به اسلام نسبت بدیم و به اصولا به ادیان نسبت بدیم، فرق مختلف صوفیه که طرفدار وحدت وجود بودن و این عقیده وحدت وجود رو اگر ما بریم عقب از حتی از زمان دیانت مسیحی هم یواش یواش بین قدیسین مسیحی به وجود آمده بود، اینها شروع کردن برای اینکه از تکفیر این افراد و ملت در امان باشن، شروع کردن مطالب وحدت وجودی گفتن خودشون رو در یک سری عبارات و واژه‌هایی که ما در زبان روزمره و محاورات معمولی خودمون به کار می‌بریم در ادبیات فارسی وارد کردن، مثل زلف و رخ و چشم و ابرو و این مسائل، که همه اینها به یک معانی دیگری راهبر بود. بنابراین از بعد از چهارم پنجم قرن پنجم چهارم هجری ما یک دفعه با یک فورانی از ادبیات عاشقانه و زنده و زیبا و سکرآور در بعضی موارد روبرو هستیم که حد بالای این رو مثلا فرض بفرمایید در اشعار حافظ و قبل از اون مثلا فرض بفرمایید در آثار سنایی شروع بشه و همینجور یواش یواش بره و به حافظ برسه و به عطار برسه و به مولانا برسه. اینها رو میبینیم و وقتی که اشعار اونها رو ملاحظه میکنیم، درسته که همه اشعار راجع به عشق و نمیدونم چشم و ابرو و میخانه و بتخانه و شمع و پروانه و اینها هست، ولی در قسمت اعظمی از موارد وقتی که نگاه بکنید منظور اصلی فلسفی و عرفانی دیگری در این اشعار هست و همون هست که به این اشعار شور و حال دیگری میده. این واژه شناسی که ما در اینجا به طور خیلی مختصر قائل شدیم، ادبیاتی رو به وجود آورد که ما شاید بهتر باشه اون رو اصلا ادبیات متصوفه به معنای وحدت وجود معرفی بکنیم. و عبارات چهاروادی در حقیقت متأثر از اون ادبیات و بر اساس اون ادبیات هست اگر از لحاظ زبان نگاه کنیم. مطلب دیگه چهاروادی این هست که خب خیلی از مفاهیم متصوفه درش اشاره شده و به آیات قرآنی و به احادیث قدسی که در اسلام بوده اشاره شده. خب این در آثار حضرت بهاءالله همیشه اینجور بوده که جواب سوالات رو بر اساس اون زبان و واژه‌ها و اون مسائلی میدادن که اون شخص سوال کننده ازشون سوال فرموده بود. مثلا وقتی که در لوح طب حضرت بهاءالله لوح طب رو ناظر میفرمایند، اصطلاحاتی که در طب به اون موقع متداول بوده مصرف میکنن. وقتی که به نبیل اکبر مثلا درباره لوح حکمت بسیط الحقیقه رو مثلا ناظر میفرمایند، عبارات و استعاراتی رو مصرف میکنن که در حکمت اون زمان مصرف بوده. در اینجا هم این شیخ عبدالرحمن کرکوکی که سوالاتی کرده بود درباره مرتبه مراتب شناسایی حضرت بهاءالله، جوابی که دادند و این چهاروادی بر اساس همون معتقدات اون شخص بوده. بنابراین به اون مسائل، به اون اشعار، به اون احادیث اشاره شده و خواستم این رو خودمون بدونیم که چرا اینجور بوده.
در زمانی که یا یکم بعد از اون و یا قبل از اون بعضی از بهائی ها و یا بعضی از کسانی که دوستان حضرت بهاءالله بودند و از بعضی معنی فرض بفرمایید فلان حروف مقطعه قرآن و یا فلان مطلب حکمت و یا فلان مطلب طب و یا فلان تفسیر فلان آیه قرآن سوال می‌کردند، چرا این دو نفر شیخ محی‌الدین و شیخ عبدالرحمن کرکوکی اومدن و فقط راجع به این مسائل سوال کردند؟ سیر و سلوک عارفان، مرتبه واصلان. برای اینکه این رو بدونیم باید دقت بکنیم که در صوفیه اینها به خلقت رو میبینند به عنوان یک حرکت انبعاثی از اون اراده و مشیت اصلی. یعنی چی؟ یعنی این خلایق که خلقت که ظاهر میشه، عالم امکان، در هر مرحله از خلقت این از اون مرکز اصلیش دورتر میشه. این رو حرکت انبعاثی میگوییم. فرض بفرمایید مثل یک سنگی که شما تو آب میندازین و این امواج دایره واری که همین جور از این دورتر میشن و همین که این زمان داره میگذره یواش یواش این موجهای اولیه دارن از اون مرکز دور میشن. خلقت رو هم به همین صورت ملاحظه بفرمایید که ما به این در میشه گفت در حکمت قوس نزول میگویند. یعنی فرض بفرمایید میگن که انسان انتهای قوس نزول است، یعنی ما در آخرین نقطه اون حرکت خلقت هستیم. جمادات اول بودن، بعدن نباتات شدن، بعدن حیوانات شدن، بعدن انسان شد. ولی همین جور که اختیارات این مخلوقات داره اضافه میشه، اینها از اون مرکز اصلی که حقیقت اولیه باشه هم یواش یواش دور میشن. ولی در مقابل این حرکت انبعاثی به حرکت رجعی و عودت به اصل حقیقی معتقد هستند صوفیه، که این حرکتی هست که حالا فیلمثل فرض بکنید که هفوادی میشه این حرکت، که یک انسانی که در دورترین موقعیت قرار داره از نظر بالقوه نه بالفعل، یواش یواش حرکت روحانی و استعلاء روحانی خودش رو به طرف حقیقت و شناسایی حقیقت شروع بکنه و برسه دوباره به اون حقیقت اولیه، که این رو قوس صعود میگوییم. بنابراین برای صوفیه که طرفدار وحدت وجود بودند، به خصوص صوفیه اسلام که رنگ وحدت وجودیش حتی از وحدت وجودی که در مسیحیت بهش معتقد بودند این بیشتر بود، هیچ مطلبی بالاتر از این نبود که اینها راجع به حقیقت شناسی و مرتبه کسانی که میخواستن حقیقت رو بشناسند سوال بکنن. بنابراین این دو شخص که هر دو عالم بودند و مجتهد بودند و پیشوا بودند در حقیقت، این شیخ عبدالرحمن کرکوکی، این سوالی مهمتر از این براش وجود نداشت که از حضرت بهاءالله بپرسه. صوفیه علم رو قبول داره تا اونجایی که کمکش میکنه که اون راه برگشت خودش رو ادامه بده، ولی اونجایی که فکر میکنه این علم نمیتونه دیگه کمکش بکنه در اون حرکت رجعی خودش به طرف حقیقت، علم رو دور میندازه، میگه پای استدلالیان چوبی بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. شریعت رو قبول داره تا اونجایی که این رو کمک میکنه که به طرف اون حقیقت برگرده، اونجایی که شریعت میاد دست و پاش رو میبنده که این کارو بکن اون کارو بکن، تفاوتش ظاهر میشه. میگه اگر تو داری به من میگی که این کارو بکن که جنات نعیم رو به من نشون بدی، جنات نعیم در مقابل دریای حقیقت یک قطره بیشتر نیست. من چرا به بهشت خودم رو دلخوش بکنم وقتی که میتونم به همه برسم، به همه ذات حقیقت برسم؟ بهشت یک قطره ای هست در مقابل ذات حقیقت.
یعنی میاد میگه شریعت رو کنار میذاره، همه چیز رو کنار میذاره. منظور این هست که اینها در نهایت صمیمیت اومدند این سوال رو مطرح کردن که بدونن. منظور این نبود که همینجور یه سوالی بکنن، سوالی از این مهمتر برای یک شخص صوفی و طرفدار وحدت وجود وجود نداره. بنابراین این شخص اومد و این سوال رو از حضرت بهاءالله پرسید، شیخ عبدالرحمن کرکوکی. من میخواستم اینجا اینجوری که دارم پیش میرم، چیزی که میخواستم اینجا خدمتتون عرض بکنم این هست که خیلی خوب، اینها سوال کردن راجع به مرتبه کسانی که به شناسایی حقیقت نائل میشند. یک چند کلمه ای درباره شناسایی و حقیقت صحبت بکنیم. شناسایی حقیقت یعنی چی؟ این یکی همیشه یکی از مسائل مبتلا به فلسفه در صده های بلکه هزاره های طولانی بوده. آراء مختلفی در حقیقت درباره این امکان شناسایی حقیقت و مسائل اون در فلسفه عنوان شده. در تصوف اسلامی باور بر آن هست که انسان از طریق طلب صادقانه و استقامت بر امر و مجاهدت به شناسایی حقیقت و بالاخره در فنای در حقیقت و بقای با حقیقت خواهد رسید، همون فنای فلاح و بقای بالله خواهد رسید. در کتب صوفیه هم معمولا پر از دستورالعمل هایی هست که میاد میگه که باید این کارو بکنی، تحذیب بکنی، مراقبه بکنی، دلت باید اینجور باشه اونجور باشه، که الان جای بحث این نیست و بعدن مقامات مطرح میشه در صوفیه و حالات که حالت ورع چی هست، حالت تقوا چی هست، حالت قلب چیه و مسائل دیگه. ولی به هر حال اینها نسخه میدن، میگن که باید اینجوری این کار انجام بدی، باید اون کار انجام بدی تا بتونی به شناسایی حقیقت برسی. پس از نظر اونها شناسایی حقیقت امکان داره. و وقتی که میگوییم حقیقت، یادمون باشه ما در وحدت وجود حقیقت یعنی اون ذات غیب منی لا یدرک، یعنی خود خدا ذات در حقیقت. ادیان من جمله دیانت بهایی اگرچه با بسیاری از این دستورالعمل ها موافق هستن، ما قبول داریم که انسان از لحاظ ترک امیال جسمانی، از لحاظ ترک علایق مادی، از لحاظ مجاهدت در امور خیر و خدمت به هم نوع، این میتونه به یک شناسایی از حقیقت برسه، بحثی نیست. ولی ادیان ذات حق رو منزه و مقدس میدونند، یعنی اون آخرین مرحله ای که به قول قرآن میفرماید قاب قوسین، یعنی به اندازه دو تا تیررس، وقتی که حضرت رسول هم به معراج رفتند و به قاب قوسین او ادنا رسیدند، از اون بیشتر اجازه نشد بره، نداشت که بره جلو. یعنی ما همیشه در این مباحثه رو با بیان الطلب و مردود و سبیل و مسدود می‌بندیم، یعنی اون شناسایی ذات رو قبول نداریم در ادیان و در دیانت بهایی. عارف هر چه که در مراتب استعلاء روحانی خودش ترقی بکنه، هیچ وقت به دریافت حقیقی و شناسایی واقعی ذات حق نمیرسه. حالا به کجا میرسه؟ شما باید به من اجازه بدید که بعداً من درباره این برگردم دوباره و چند کلمه با هم صحبت کنیم. حضرت عبدالبها در تفسیر حدیث کنتو کنزن مخفیان میفرمایند که هرچه عقول مجرده و نفوس زکیه صافیه طی عوالم عرفان نمایند، جز مراتب آیه مدله بر سلطان احدیه که در حقایق انسانیه به ودیعه گذاشته شده، ادراک ننمایند. و اونچه به جناح نجاح در فضای بیمنتهای علم و شهود پرواز نمایند، جز احرف کتاب نفس خود
نخوانند. در اسلام هم بیانی شبیه این موضوع بوده، می فرماید کلما میستموه به اوهامکم فی ادق معانیکم فهو مخلوق مثلکم مردود الیکم. یعنی اون چه که در نهایت تمیز و دقت و تدقیق شما از حقیقت در خاطر خودتون درست بکنید و در معانی خودتون در مغز خودتون درست کنید، یک مخلوقی است مثل خود شما و به شما برمیگرده. یعنی اون تصوری که شما از حقیقت دارید حقیقت نیست، بلکه تصوری از حقیقت است در شما، بفرمایید تصویری از حقیقت است در آینه وجدان شما. رأی فلاسفه درباره شناسایی حقیقت این هست که فلسفه اولا که در حقیقت علم به مجردات هست، اینقدر با آراء ضد و نقیض همراه هست که اصلا انسان اگر میخوادی که کتاب فلسفه رو میخونه و این تطور فلسفی رو مثلا از زمان فرض بفرمایید 400-500 سال قبل از میلاد همینجوری دنبال میکنه، اینقدر آراء ضد و نقیض درباره این شناسایی میبینه که بالاخره خسته میشه و کتاب رو کنار میذاره که بالاخره چی شد، ما میتونیم بشناسیم یا نمیتونیم بشناسیم. ولی به قول مینیار دانشمند فرانسوی میگه که خب ما اگرم میدونیم که هوا کثیفه، نمیتونیم که از تنفس کردن صرف نظر کنیم. ممکنه که بگوییم که این فلسفه اینقدر آراء ضد و نقیض درش وجود داره ما خسته شدیم اصلا ولش میکنیم، ولی نمیتونیم فلسفه شناسایی رو رد بکنیم. باید برگردیم و بگیم که بالاخره نتیجه چی هست، آراء شما درباره شناسایی چه هست. اولین کسی که به طور سیستماتیک اومد و راجع به شناسایی صحبت کرد، به طور سیستماتیک عرض میکنم، این کانت بود، فیلسوف آلمانی. اومد و گفت که بالاخره اومد گفت عقل قابل دریافتن مجردات نیست. بعد از صغرا کبرای بسیار، یعنی این کانت یک دانشمند عظیمی است، اومد کاتگوری ها درست کرد، همه این مسائل رو درست کرد، بالاخره به این نتیجه رسید که ما نمیدونیم که حقیقت چگونه هست. میگوید که ما ادراک ذهن ما با حقیقت مطابق هست یا نه اون را نمیدونیم، اما میدانیم اون چه که میدانیم این است که ما اشیاء را اونچنان میابیم که ذهن ما اقتضا دارد. یعنی ربطی به این که اون چیزی که ما میدونیم حقیقت هست یا نیست نداره، که عیناً میشه همون بیان ادیان. حالا چند تا چیزای دیگه من نوشته بودم راجع به فرض بفرمایید عقیده اسپنسر و بقیه، اونها رو به فعلا اگر اجازه بفرمایی به خاطر وقت ما اینها رو فعلا صحبت نکنیم دربارش. بالاخره فهمیدیم که بر اثر ادیان، بر اساس ادیان این شناسایی حقیقت امکان نداره. حالا دوستان عزیز باید بگویند که اگر شناسایی حقیقت از لحاظ فلسفی امکان نداره و از لحاظ دیانتی هم امکان نداره، پس این چهار وادی راجع به چی داره صحبت؟ این رو بنده بعد از اینکه وارد اون مراتب عرفان شدم و اون مسائلی که در چهار وادی مطرح شده با هم صحبت کردیم، برمیگردم اینجا و یاداوریتون میکنم که به خاطر داشته باشیم که پس این چهار وادی منظور به چه نوع شناسایی رو ما اینجا داریم صحبت میکنیم دربارش. حضرت بهاءالله به شرح سوالات جناب شیخ میپردازن و چهار مرحله رو برای شناسایی به اون واصلان و یا سالکان قرار میدن. یکی اون سالکانی که به نفس معتقد هستند و از طریق نفس به شناسایی میرسن و نفس اهم از نفس مادی و روحانی هست، یعنی در حقیقت اون چیزی که از روح گرفته تا حتی نفس جمادی، این معنای نفس اهم هست در اینجا.
و دوم از لحاظ عقل هست کسانی که از طریق عقلی به درک حقیقت میرسن، سوم از به طریق عشق هست و چهارم حضرت والا میفرمان از طریق عرش فؤاد هست. البته این چهار مسیر همینجور که به ترتیب ملاحظه بفرمایید، از نفس به عقل و از عقل به عشق و از عشق به عرش فؤاد، نه اینکه اینها به هم مربوط هستن که باید رفت، ولی اینها هر کدومشون جنبه حصولی و حضوری بیشتری با حقیقت دارن. یعنی کسی که از طریق عقل به شناسایی برسه اون شناساییش دقیق تر هست از کسی که از طریق نفس رسیده و کسی که از عشق برسه علل خصوص بیشتر و همینطور. برای اینکه یه برداشت کلی از این چهار مرحله داشته باشیم، یادتون باشه که حضرت بهاءالله در کتاب ایقان از مراتب عین الیقین و علم الیقین و حق الیقین و نور الیقین صحبت می فرمایند. شاید البته بنده پیشنهاد، به نظر من این مراتب رو میشه با این چهار مرتبه با هم یک نسبتی داد، یعنی بگوییم که عین الیقین مرتبه اون شناسایی از طریق نفس هست، علم الیقین مرتبه شناسایی از طریق عقل هست، حق الیقین از طریق عشق هست و نور الیقین از طریق عرش فؤاد و مکاشفات روحانی هست. همچنین مرتبه نفس که مرتبه اول بود، مرتبه اراده و عمل است و به طالب ناظره. مرتبه عقل مرتبه فهم از طریق عقل محض و یا عقل ناب هست در آثار حکما ذکر شده و به جهان ناظره، یعنی از طریق حکم عقلی و ادراک قوه فاهمه راجع به جهان اطراف ما، پیرامون ما. مرتبه عشق مرتبه خواست از طریق عشق هست و به جان و یا به معبود ناظر هست، معشوق ناظر هست. مرتبه عرش فؤاد که مرتبه وحدت کلی از طریق مکاشفه هست و ما معتقدیم که این فقط حضرت بهاءالله میفرمایند فقط به مظهر امر ناظره، یعنی کسی در اینجا شریک نیست، کسی واصل به مرتبه عرش فؤاد نیست مگر انبیا. که حالا بنده درباره این که چگونه هست این شناسایی ما از طریق این چهار مطلب، بعد از این که این چهار مطلب رو یک بحث خیلی سریعی دربارش یک صحبت سریعی کردیم، برمیگردم و یک نتیجه گیری اینجا میکنیم. یادمون باشه اولین وادی مرحله وادی نفس است. خدمتون عرض کردم که وادی نفس یعنی نفس به طور عام همه چیز در جهان. این نفس مطلب مهمی هست، چون که در آثار حکما اومده و در اسلام هست که من عرف نفسه فقط عرف ربه، کسی که نفسش رو شناخت خدایش رو شناخته. حتی در انجیل جلیل نیز عرف نفسه که تعرف ربه که اومده، و در آثار حکما هم میگوید اعرفکم به نفسه اعرف به ربه، هر کسی که نفس خودش رو بهتر شناخت خدای خودش رو بهتر شناخت. یعنی اینجا همه با هم موافق هستند که این نفس یکی از اون مبادی و مرتبت‌های مهم عرفان هست. ما اگرچه در دیانت بهایی از طریق عرفان حقیقت رو از جهت نفس مذعن هستیم و قبول داریم، این توافق مطابق اون چی که در عقاید عرفاء صوفیه و معتقدان وحدت وجود هست برای ما وجود نداره، برای اینکه ما جمیع اشیاء رو محال ظهور تجلی حق میدونیم، اونها اشیاء رو محال صدور تجلی حق میدانند، و فرق هست بین تجلی ظهوری و تجلی صدوری. در تجلی صدوری اون تجلی، اون چیزی که از حق صادر شده از جنس حقه، مثل قطره ای که از دریا برمیاد. این قطره ای که از دریا برمیاد همون خصوصیات آب دریا رو داره، ولی در تجلی ظهوری اون چیزی که در مثال، اون چیزی که فی المثل، اون نوری که از خورشید میاد ربطی به خورشید،
جسم خورشید و ذات خورشید نداره. ما اشیاء رو محال ظهور تجلیات حق میدونیم. بنابراین ما یه مقداری از این نظر باید بدونیم که منظور ما وقتی که از راجع به شناخت این تجلیات صحبت میکنیم چی هست. حال این نفس از دو جهت میتونه به ما کمک بکنه که حقیقت رو بشناسیم، یکی از جهت سلبی، یکی از جهت ایجابی و یا اثباتی. از جهت اثباتی این هست که انسان به نفس خودش نگاه میکنه و آثار استعلا و بزرگی و امکاناتی که حق در اختیارش گذاشته در خودش میبینه و بعدن حکم میکنه که اگر من که مخلوقی از حق هستم به این درجه از بزرگی هستم و به این درجه از قدرت هستم در این مخلوقات، پس اون باید دارای چه قدرت و عظمتی باشه. بنابراین از جهت ایجابی میاد و حکم به بزرگی حق میکنه. تمام قسمت‌های ادبیات صوفیه که بهش میگن شطحیات درباره همین مطلب هست که این عرفا اومدن و نگاه خودشون میکنن به نفس خودشون، نگاه میکنن از لحاظ ایجابی و اثباتی و در حقیقت ناظر به حق هستن. مولانا میگه عجب یاران چه مرغم من که اندر بیضه پرانم، درون جسم آب و گل همه عشقم همه جانم. خب این مرغی که در تخم هنوز میگه که من پرواز میتونم بکنم، این خودش هست، نفس خودش هست و میگه در حالی که من دارم تو این جسم آب و گل خودم هستم، همه جانم همه عشقم همه جانم. یا مثلا فرض بفرمایید شاه نعمت الله ولی برمیگرده میگه که ما خاک ره به نظر کیمیا کنیم، صد درد به گوشه چشمی دوا کنیم، در حبس صورتی مچنین شاد و خرمیم تا در سراچه معنا چه ها کنیم. خب این نظر به اون استعلاء ذاتی و اعتبار انسانی خودش این مقامات رو در خودش میبینه و بعدن حکم به بزرگی و تنزیه و تقدیس حق میکنه در ذات خودش. و اصولا تمام این کلماتی که عرض کردم اینها همه کمک میکنه به عارف که در حقیقت به ذات حق ناظر باشه و به نظر خودش به یک شناسایی رسیده باشه. از طریق سلبی شخص وقتی که نفس خودش رو میبینه و محدودیت‌های خودش رو احساس میکنه و جهل خودش رو میبینه و فرض بفرمایید جهل خودش رو میبینه، به علم حق اشاره میکنه و استناد میکنه، نیاز خودش رو میبینه، به استقنای حق قائل میشه. بنابراین از طریق سلبی باز هم وقتی که به نفس نگاه میکنه، این میتونه راهبر شخص باشه که به صفات حق قائل بشه. و این در حقیقت بیشتر اسمایی که ما به حق نسبت میدیم، نه این که ما اون اسما رو میفهمیم. مثلا من وقتی که میگم حق عالم است، نه این که بنده میدونم که اون علمی که حق داره یعنی چه هست. من جهل خودم رو میبینم و میگویم حق این جهل رو نداره، بنابراین از لحاظ لغوی اون عالمه، ولی من نمیدونم اون علم چیه. اسمایی که ما برای حق قائل هستیم مثل کریم و علیم و سمیع و بصیر و همه این مسائل از این جنس هستند که با توجه به نفس خودمون از طریق سلبی یک اسمایی رو به حق نسبت میده. در مرحله دوم حضرت بهاءالله به عقل اشاره میکنن که این عقل در حقیقت بلافاصله میفرمایند که لیکن عقل کلی ربانی مقصود است که در این رتبه تربیت امکان و اکوان به سلطنت اوست. یعنی عقل درسته که میتونه انسان رو به شناسایی حقیقت برسونه، ولی منظور هر عقلی نیست، عقل جزئی نیست. میفرمایند عقل جزئی کی تواند گشت بر قرآن محیط، عنکبوتی کی تواند کرد سیمرغ شکار.
توجه میفرمه. یادتون باشه که کانت مثلا بعد از همه اون مقدمه های طویلی که چید در نقد عقل ناب به اینجا رسید که حقیقت مجردات قابل شناسایی توسط عقل نیست. از بین فلاسفه‌ای که ادراک حقیقت رو میسور میدونند و اون رو فلسفه میخونند و راه وصولش رو از طریق استدلال و اینها قبول دارند، هنری برگسن هست که اون حقیقت، راه ادراک حقیقت رو از طریق درون بینی میدونه و راجع به اون صحبت میکنه. حضرت بهاءالله این عقل محض رو در حقیقت نوری میدونند که حق به قلب شخص عاقل و انسان میتابانه و عقل از وقتی که اون عقل بود توانایی این رو به اون شخص میده که این بتونه به حقیقت برسه. دوباره یادتون دارم میارم اون حقیقتی که عقل میتونه بهش برسه بعداً راجبش صحبت خواهم کرد. مرحله سوم مرحله عشق است. میفرمایند که این سریر سلطنت را جز طلعت عشق جالس نتواند شد، یعنی اون شناسایی عاشقانه و حق الیقین که از طریق عشق در شخص سالک به وجود میاد، این نه از طریق عقل میتونه به وجود بیاد و نه از طریق نفس، فقط از طریق عشق، عشقی که اون شخص عاشق با معشوق دیگه یکی میشه، فرقی نداره. یادتون باشه عشق رو وقتی که ما میاییم میگوییم مثلا عین الیقین، از دور شما آتشی میبینید، بعدن شما فرض بفرمایید مثلا در مرحله علم الیقین شما میرید نزدیک گرماش رو احساس میکنید، حق الیقین اون وقتیست که انسان در آتش میفته و اون موقع آتش رو با تمام وجود خودش احساس میکنه. البته منظور آتش شناسایی، حالا میدونم که اون یه کمی اشکال داره بگیم چه لزومی داره که بخواییم اون رو درک بکنیم که آتش چی هست، میدونیم میسوزونه. به هر حال عشق عالی ترین و مهمترین احوال عارف هست. در حدیث قدسی مشهور کنتو کنزن مخفیان فاحببت ان اعرف، یعنی چی؟ یعنی عشق علت ایجاد ممکنات بوده. در حدیث دیگه که میفرماید که لازال العبد یتقرب علیه به نوافل حتی احببته، یعنی همیشه بندگان من از طریق دعا و مناجات میخوان به من نزدیک بشن تا اینکه من اونها رو دوست دارم. و ازا احببته، و وقتی که من اونها رو دوست داشتم اونها دست من میشن و زبانشون زبان من میشه و عملشون عمل من میشه. یعنی حق میگوید که همه چیز اون شخص عاشق تقلیب پیدا میکنه و ترانسفورمیشن درش حاصل میشه و اون تبدیل به اون چیزی میشه که من میخوام بشه. خداوند میفرماید که من اون شخص رو تقلیب میکنم. این است که حافظ میگوید که طفیل هستی عشقند آدمی و پری، ارادتی بنما تا سعادتی ببری، ناظر به این هست برای که ما همه طفیل هستی عشق هستیم. هستی داشتن یعنی در حرکت هستی آسا بودند و یعنی حرکت عاشقانه داشتن به طرف اون خواستگاه حقیقی، زیرا که هستی خودش رو تنها به هستی نشون میده، هستی خودش رو به چیزی غیر از خودش نشون نمیده و حق هم که از طریق عشق هست، عشق محض هست، نمیتونه خودش رو به چیز دیگه‌ای نشون بده. بعد در مرحله عرش فؤاد اگر اجازه بفرمایید بنده در این باره عرضی نداشته باشم. حضرت بالا میفرمایند که اون کسانی که از طریق عرش فؤاد یعنی به حد اعلای دریافت قلبی خودشون به درک حقیقت رسیدند از طریق مکاشفه و شهود قلبی، اینها مختصن انبیاء الهی هستند. و حضرت والا می فرمان اگر من بخوام در این باره از اول دنیا تا آخر دنیا صحبت کنیم نمیتونیم حقش رو بیان کنیم، بنابراین شما بنده را هم از لحاظ مرحمت معاف بکنید که در این باره ما صحبتی نکنیم. حضرت بهاءالله در اینجا
می‌فرمایند که این مقام قدر است و سر مقدر و رجال این امر فوق عرش قدم ساکن هستند. بنابراین من فکر می‌کنم که دیگه اگه اینجا ما صحبتی نکنیم به قول معروف سنگین تر هستیم. یه نتیجه گیری، حالا همه اون مسائلی که خدمتتون عرض کردم یادتون باشه و بعدم راجبش صحبت میکنم، فکر میکنم که فرهناز خانم با 5 دقیقه با ما زیاد چیز نکنه، اشکال نداشته باشه. اینجا هست اون چه حقیقتی هست که ضمن تمام اون گرفتاری ها که گفتیم، عقل انسان، نفس انسان، اینها حقیقت رو نمیتونه انسان به حقیقت برسه، بعدن این مراتب شناسایی حقیقت رو همه رو حضرت بهاءالله ذکر میفرمایند، اون چه حقیقتی هست؟ اینجا در حقیقت مهمترین بحث چهاروادی همین این نتیجه گیری هست. پس حرف حساب دیانت بهایی و تفاوتی که با آراء این حکمای وحدت وجودی و فلاسفه داره کی هست؟ که ما به درک چه حقیقتی معتقد هستیم؟ این در الهیات بهایی مهمترین و موضوع هست و ما اون رو به عنوان مظهریت مطرح می کنیم. یعنی هیچ وقت ما نمیتونیم در این عالمی که هستیم با این محدودیت هایی که داریم، عقل ما، نفس ما، عشق ما و هیچ رتبه دیگری در بیتوین، در بین این مسائل، به شناسایی ذات نائل بشه. اون چه که ما میتونیم بشناسیم شناسایی اون پدیدارهایی هست به قول کانت که در محدوده ذهنی خود ما قابل شناسایی هست، یعنی ظهورش در این عالم و اون ظهور مظهر حق هست. یعنی ما معتقد نیستیم که اگر کسی به مرحله فنای فلاح و بقای بالله رسید این به ذات حق متصل میشه. در بالاترین مرحله اون شناسایی اگر کمک به اون برسه به شناسایی مظهر امر زمان خودش خواهد رسید. یعنی هر سالکی به مقتضای آتش ذاتی خودش برای درک حقیقت و عشق معنوی خودش به یک ادراک معینی از مظهر ظهور پی میبره که قادر به اون هست و به این ترتیب به استعلاء روحانی و رتبه بالاتری از شناسایی میرسه و این حرکت استعلایی و عاشقانه هیچ وقت از عارف قطع نخواهد شد. به یک درجه از شناسایی میرسه ولی همون موقع با بلا فاصله در اون درکی که از شناسایی میکنه میبینه که اون یک جای دیگه هست، هنوز یک افق دیگه هست که باید به اون برسه. مثل اون بچه‌ای که وقتی که نگاه میکنه از دور فکر میکنه که در اون فواصل دور سطح افق عبارت است این است که آسمون به زمین چسبیده و بعدن شروع میکنه به هوای خودش به طرف اون راه افتادن. هرچی جلوتر میره اون سطح افق از اون دورتر میشه. بنابراین ما هم هیچ وقت به درک و شناسایی کامل مظهر ظهور هم حتی پی نخواهیم برد در این جهان، ولی اون حد اکثری هست که میتونیم راجع بهش صحبت بکنیم. بنابراین اون بیان حضرت عبدالبها خاطرتون باشه که میفرمایند که جز احرف نفس خود نخوانند. یعنی اون چی که ما درک میکنیم و در ضمیر ما و در وجدان ما منعکس میشه از مظهر ظهور عبارت است از اون چیزی که در وجدان خود ما هست. پس در درباره شناسایی حقیقت شاید بتوانیم بگوییم که یک وضعی است که انسان به خودش میگیره از لحاظ شناسایی و یک امیدی است که در قلبش ظاهر میشه. سنایی میفرماید سرای عقل و معنی را توی راوی روایت کن که معنی دان همون باشد کشن در دل همون بینی. و شاعر شهید و سعید بهایی
که در حقیقت با اشاره به شعر حافظ که میگوید سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، جام جم در دل ما بود نمیدانستیم. الله عفو.